برنامه دیگر از رشته برنامه خط قرمز با دکتر اسماعیل نوریالا از جنبش سکولار دموکراسی ایران. اسماعیل نوریالا متولد 1321 تهران، تا قبل از انقلاب 57 بیشتر به عنوان شاعر و منتقد ادبی شناخته بود. سال 1347 عضو نخستین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. سال 1348 کتاب مهم صور و اسباب در شعر امروز ایران را منتشر کرد و تا دوره انقلاب یکی از چهره هایی بود که در محافل فرهنگی و ادبی ایران از موج نو در هنر به ویژه در شعر دفاع می کرد. اسماعیل نوریالا دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در تهران و جامعه شناسی سیاسی در لندن است. یک سال بعد از انقلاب 57 از تز دکترای خود در دانشگاه لندن دفاع کرد با موضوع روحانیت شیعه و نهادهای تحت سلطه او. سالهای بعد از انقلاب را آقای نوریالا نیمی در انگلیس زیسته و نیمی در آمریکا. زندگی دکتر نوریالا در آمریکا تا یه حدود دو دهه گذشته بر سازماندهی نیروهای سکولار یا معتقدان به جدایی دین از دولت گذشته است. انتشار نشریه سکولاریزم نو در سال 1386، تأسیس شبکه سکولارهای سبز، برگزاری نخستین کنگره سکولار دموکرات‌های ایران در سال 1392، اعلام موجودیت جنبش سکولار دموکراسی ایران و انتخاب شدن به عنوان سخنگوی این جنبش و سردبیر سایت رسمی آن که این جنبش هر سال کنگره سالانه برگزار میکنه تو کشورهای مختلف، شهرهای مختلف جهان. در پنجمین کنگره سالانه جنبش سکولار دموکراسی ایران تصمیم گرفته می شود که مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران ایجاد شود که ظاهرا این پیشنهاد انجام می شود و دکتر نوریالا به عنوان عضو اول شورای آلترناتیو مهستان انتخاب می شوند که هستند. آقای نوریالا، خوش آمدید به برنامه خط قرمز. اجازه بدید من نخست ازتون بپرسم که این همه تشکیلات در تشکیلات چرا درست کردین؟ یعنی این مهستان، اسمای هم یه مقدار نامعنوسه برای در فرهنگ سیاسی ما در واقع، و با گوش ما که عادت کردیم به اسمای جا افتاده در این فرهنگ سیاسی، مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، در درون این مهستان شورای آلترناتیو تشکیل میشه، بعد خود این مهستان از جنبش سکولار دموکراسی ایران برخواسته. اینا رو خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید. بله، اجازه بدید که سلام کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه، تشکر کنم از دعوت من. عرض کنم که خب ما جنبش یک امر عمومی و گسترده‌ای هست. شما وقتی که مثلا میگید جنبش کارگری یا جنبش زنان، اشاره به یک تشکیلات معین نمی کنید، بلکه تثبیت می کنید اینکه چنین جنبشی در جامعه وجود داره. ما هم در اولین کنگره سکولار دموکرات ها که فکر کردیم اگر که هر ساله بتونیم سکولار دموکرات های ایران رو در جایی از جهان کنار هم بگذاریم و اونها رو با هم سخن بکنیم و زیر یک سقف بشینن یه دو سه روز با هم دیگه صحبت بکنند، زمینه ایجاد یک تشکیلات به وجود خواهد آمد. این بود که در 5 سال اول ما بیشتر هدفمون این بودش که سکولار دموکرات ها دارای یک هویت سیاسی پیوسته به هم بشن. در کنگره پنجم که در آبان ماه سال گذشته در شهر کلن برگزار شد، بود که تصمیم گرفتیم وارد فاز تشکیلاتی بشیم. در نتیجه مهستان که یک لغت اصیل فارسی هست و از دوران اشکانی در ایران پیش از اسلام برقرار بوده به عنوان مجلس شورای، عرض کنم که ملی ایران، مه در واقع از مهتر میاد به معنی نخبگان و بزرگان و یک نوع مجلس سنا مثلا محسوب میشه که هدایت کلی کار جنبش رو اداره میکنه و از میان خودش یک شورایی رو انتخاب میکنه که وظیفه اصلی این شورا این است که ببیند که چگونه میتوان در مقابل حکومت اسلامی
یک آلترناتیو سکولار دموکرات به وجود آورد و اون رو به مردم ایران معرفی کرد، به طوری که برخلاف فعالیت‌های قبلی مثل سال 78 و سال 88 جنبش سبز که مردم به خیابان آمده بودند و می‌دانستند چه نمی‌خواهند، اما نمی‌توانستند جایی رو نشون بدند که و بگویند ما این رو به عنوان جانشین حکومت اسلامی می‌خواهیم، این بار چنین تشکیلات آماده‌ای وجود داشته باشه. در نتیجه ما در این 5-6 ماه اخیر آمده ایم این مجلس شورا یا مهستان رو تشکیل داده ایم، حدود 120 نفر درش داوطلبان عضویت پیدا کردند. مرتب ما جلسات علنی با پخش روی اینترنت و ساتلایت رو برای ایران داریم تا یواش یواش مردم ایران با نخبگان سیاسی آلترناتیو آشنا بشن و در این حال یه هیئتی رو به عنوان شورای آلترناتیو انتخاب کردند که اون بره دنبال این که ببینه چگونه میشود بالاخره در میان این ازدحام تفرقه‌ای که در اپوزیسیون ایران وجود داره یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو به وجود آورد. آقای دکتر نوریالا، پس بنابراین تشکیلاتی به نام جنبش سکولار دموکرات‌های ایران وجود نداره. تشکیلات که وجود داره همین مهستان سکولار دموکراسی ایرانه، درست عرض میکنم؟ جنبش در سال 92 که در کنگره واشنگتن اعلام موجودیت کرد میدونست که این جنبشه و تشکیلات به اون صورت برای مبارزه سیاسی نداره، برای اینکه چند نفر به همین دلیل چند نفر داوطلب رو انتخاب کردند که اولا سایت جنبش سکولار دموکراسی رو بگردونند و در ثانی کنگره های سکولار دموکرات رو سالیانه برقرار بکنند. این در واقع همش مقدمه ای بود برای اینکه ما بتوانیم گفتمان سکولار دموکراسی رو جا بندازیم در سپهر سیاسی اپوزیسیون، به طوری که در میان تفرقه ای که وجود داشت الان تقریبا به این نتیجه رسیده ایم که دیگه هیچ تشکل سیاسی و هیچ شخصیت سیاسی وجود نداره که منکر ضرورت سکولار دموکراسی باشه. آقای دکتر نوریالا، دیسکورس یا گفت، معذرت میخوام، بذارین این اصطلاح یا عبارت یا ترکیب سکولار دموکراسی یا سکولار دموکرات که مدام تکرار میشود در فرمایشات شما و در این برنامه، فرض رو بر این بگیریم که بینندگان این برنامه فقط نخبه ها نباشن یا کسایی نباشن که معنی این عبارت رو خوب بفهمن، اول بگین کی سکولار دموکراته و سکولار دموکراسی یعنی چی؟ خواهش میکنم. ببینید، عرض کنم که ما دنبال برقراری یک حکومت دموکرات در ایران هستیم. دموکراسی هم به معنی حاکمیت ملت است. ما معتقدیم که همه برداشت‌های سیاسی، نظریه‌های سیاسی بر بنیاد مفهوم ملت ساخته میشه. ملت صاحب کشور هستند و صاحب حکومت کشور هستند و خدمتگزاران خودشون رو خودشون انتخاب میکنند که مملکت رو اداره کنند. هر وقت هم از دستشون ناراضی بودند اونها رو عزل میکنند و دیگران رو جانشینش میکنند. بنابراین اصل مطلب دموکراسیه و من فکر نمیکنم که دیگه در دهه دوم قرن بیستم ما برای تفهیم مفهوم دموکراسی در ایران مشکلی داشته باشیم. اما در این 50 ساله اخیر یک صفتی رو به دموکراسی چسبوندند که در واقع نافی اون دموکراسی بود و این رو به صور مختلفی مطرح کردند که از جمله در کشور ما مسئله دموکراسی دینی مطرح شد، در حالی که دموکراسی نمیتونه دینی باشه برای اینکه متعلق به همه ادیان و مذاهب یک کشور خدمتگزار همه اوناست و بنابراین یه دونه دین نمیتونه بیاد بشینه در حکومت و با استفاده از بازوی سرکوب حکومت بگوید که این است و جز این نیست و ارزش‌های من ارزش‌های این جامعه هستند. با چسبوندن کلمه دینی که به خصوص از زمانی که اصلاح طلب‌ها در ایران شکل و انسجام سیاسی به خودشون گرفتند، ما با این بحران روبرو شدیم، بحرانی که هم در هندوستان و هم در اسرائیل پیش آمده بود و عده‌ای هم مثلا در اسرائیل میگفتند که
باید حکومت ما حکومت مذهبی یهودی باشد. و اتفاقا این اصطلاح دموکراسی سکولار یا سکولار دموکراسی به وسیله عرض کنم که روشنفکران هندی و اسرائیلی سکه زده شد، به این معنی که دموکراسی نمیتواند متعلق به یک دین خاص یا یک ایدئولوژی خاص باشد و در نتیجه باید سکولار باشه. سکولار به معنی خروج همه ادیان و ایدئولوژی ها از حکومت و برپا داشتن یک حکومت بیطرف در قبال اینهاست که خدمتگزار همه مردم باشه. این که دموکراسی مشکلی رو برای مردم ایران ایجاد کنه من تردید دارم. فکر میکنم لااقل بخشای عمده طبقه متوسط، طبقه بالا و تحصیل کرده ایران بدونن دموکراسی چیه. آنچه که هست اینه که ما باید با این افزودن کلمه دینی یا مذهبی به دموکراسی مبارزه کنیم و اتفاقا در این مبارزه هم سهم اصلاح طلبان بیشتر بوده است، به این معنی که مرتبا اونها گفتند که ما در دو جبهه مبارزه میکنیم. خب. مثلا آقای بفرمایید جملتون رو تموم کنه خواهش میکنم تا من بله، مثلا برادر آقای خاتمی که رئیس اون تشکیلات اصلاح طلبان بود مرتب این رو میگفت که ما یک مبارزه دو جبهه‌ای داریم، یکی با اصولگرایان مذهبی و یکی با سکولار دموکرات ها، به خاطر اینکه ما میخوایم در ایران دموکراسی دینی رو برقرار کنیم و این دوتا مشکل ما هستن. و در نتیجه این ادبیات ضد سکولار بیشتر از جانب خود اصلاح طلبا و بعد هم از طریق آقای خامنه ای ببینید آقای دکتر نوری علیان مطرح شد. بله ببینید مفهوم روشن شد دست کم. من با خود این اصطلاحا کار دارم، خلاصه جسارتا عرض میکنم شما چه انتظاری دارین که مردم ایران که اصلا نمیدونن، مردم منظورم مردم اکثریت مردم ایران، بی‌تعارف بگیم که آجون سکولار، کلمه سکولار نمیدونم من، این بخاریه یا هویجه، این چیه این کلمه، شما چه انتظاری دارین که این مردم از شما حمایت کنن در حالی که نمیدونن از چی دارن حمایت میکنن، اصلا نمیفهمن و چرا به جای این کلمه های غربی و نامعنوس، به ویژه من منظورم حالا غربی شرقیش نیست، منظورم نامعنوس بودنشه، چرا به جای این کلمات ناآشنا برای توده مردمی که ازشون انتظار سرنگونی جمهوری اسلامی رو دارید چرا کلمات معنوس اونا رو استفاده نمی‌کنین؟ چرا نمی‌گین حکومت غیر دینی به جای حکومت سکولار؟ چرا نمی‌گین همون که شما می‌فرمایید که مثلا روشنفکران دینی، خب چرا نمیگین روشنفکران غیر دینی؟ اگر هم حتی زاویه نگاهتون در ضمن روشنفکران دینی هم هستن که شما فرمودین، در نتیجه چرا بدیل اونا رو که قابل فهم برای جامعه باشه به کار نمیبرین؟ ببینید من در مورد قضاوت شما شک دارم. اولا که یک جریان سیاسی با جریانهای پوپولیستی تودگیر تفاوت داره. من فکر میکنم که تعیین کننده مسائل سیاسی در کشور طبقه تحصیل کرده، طبقه کتابخوان و عرض کنم که گروه های رهبری اجتماعی هستند. بنابراین ما این که سعی بکنیم که مثلا حالا سکولار رو در بین توده های کثیر مردم جا بندازیم، این وظیفه ما نیست. وظیفه رهبران گروه های سیاسی هستند که دارن این کار رو میکنن. من اعتقادم بر اینه که الان مردم ایران به خصوص طبقه تحصیل کرده و شرکت کننده در مبارزات علیه حکومت اسلامی به خوبی با سکولاریسم آشنا هستند. مشکل اصلی در پیشنهاد شما که غیر دینی یا روشنفکر غیر دینی و اینها باشه به خاطر اینکه حکومت اتفاقا خیلی استقبال میکنه، به مردم میگوید که سکولارها میخواهند دین شما را از شما بگیرند و تمام فشار تبلیغاتی حکومت روی همین غیر دینی بودن هست، در حالی که سکولار به معنی غیر دینی نیست، به معنی اخراج همه ادیان از حکومت است و ایجاد یک تشکیلاتی که در خدمت آزادی بیان و عقیده و تبلیغ همه ادیان، همه اعتقادات و همه ضد
عرض کنم که این اعتقادات هست. بنابراین من فکر میکنم که کلمه غیر دینی سوء تفاهم های بسیاری رو به وجود میاره. کلمات دیگه هم به نظر من همینقدر نامعنوس هستند که کلمه سکولار. یعنی شما بگید حکومت عرفی، بگید حکومت گیتی مدار، بگید حکومت نامادی، همه اینها جز ایجاد سوء تفاهم کاری رو نمی کنه. اما یک فعال سیاسی موظف است که وقتی میشنوه که حکومت سکولار دموکرات یعنی چه، بره تحقیق بکنه. به اندازه کافی هم الان روی همین سایت ما حدود 20,000 مقاله راجع به مفهوم سکولار و سکولار دموکراسی وجود داره. سوالم این است که اولا این مهستان سکولار دموکراسی ایران سلطنت طلب است یا جمهوری خواه؟ ببینید، ما اساساً چه در جنبش و چه در مهستان اعتقاد داریم که این مسئله اصلی ما نیست. مسئله اصلی ما این است که وقتی که سکولار دموکرات ها به قدرت میرسند، ما مانع بازتولید استبداد باشیم. در خاورمیانه ما دیده ایم سیستم های پادشاهی و جمهوری که هر دوتا بلافاصله تبدیل به حکومت های استبدادی میشند و عرض کنم فرقی هم بینشون نیست، فرقی بین صدام حسین و پادشاه عربستان و این حرفا نیستش. اینها همه در اصل حکومت های استبدادی هستن. به همین دلیل ما در جنبش و مهستان پیشنهادمون اینه که ما دارای یک سیستم دو ریاستی باشیم. این رو اگر که شما برید مطالعه بفرمایید، میبینید که در دنیا همه سیستم های دموکراتیک به نوعی دو ریاستی هستند. یعنی که مثلا حکومت پادشاهی رو در کشورهای اسکاندیناوی که بگیرید، میبینید یک شخصیت نمادین به نام پادشاه اون بالا نشسته که حق دخالت در کار روزانه مردم رو نداره و یه نخست وزیری هست که رئیس دستگاه اجراییه. در حکومت‌های جمهوری دموکراتیک هم همینه. شما حکومت مثلا آلمان رو بگیرید که یک جمهوریه، اما یک رئیس جمهور نمادین داره که دخالت نمی‌کنه و خانم مرکل که صدر اعظم هست رئیس دستگاه اجراییه. در هندوستان هم شما رئیس جمهور نمادین دارین و نخست وزیر اجرایی. بنابراین ما فکر میکنیم که این مسئله رو اگر که ما برویم و موفق شویم که یک حکومت سکولار و دموکرات در ایران از طریق نوشتن یک قانون اساسی سکولار دموکرات که از تداخل این دو نوع ریاست در هم جلوگیری میکنه به وجود بیاد و جلوی بازتولید استبداد گرفته بشه، دیگه فرقی نمیکنه که اون مقام تشریفاتی اسم شاه باشه. خب آقای دکتر، تفاوتش در انتخابی بودن و موروثی بودنه. کدام یک رو جنبش سوسیال دموکراسی؟ نه لزومن جان، بفرمایید. نه لزومن اینطور نیستش. اگر که به سنت نگاه بکنید مسئله موروثی بودن مطرحه، ولی در عین حال مسئله نامیدن یک مقامه، نه اینکه شرایط اون مقام در پروسه در روند جانشینی چگونه انجام میشه. ما میتونیم یه نفر رو به عنوان رئیس کشورمون انتخاب بکنیم و به جای اینکه بهش بگیم پرزیدنت، بهش بگیم کینگ یا بهش بگیم شاه، ولی این لزوماً به معنی این نیست که پسر او یا دختر او هم میتونه جانشین او بشه. این فقط یک تصور سنتی هست از پادشاهی. الان ما در دنیا کشورهای پادشاهی داریم که پادشاه هم انتخابیه و حق دخالت در امور داخلی رو نداره. اینها همه جزئیاتی است که به نظر من مجلس مؤسسان آینده اعلام خواهد کرد. به همین دلیل هم ما پیشنهاد دومی در این زمینه کرده ایم و اون این استش که ما در آینده ایران دو رفراندوم برقرار بکنیم. نخستین رفراندوم برای قانون اساسی سکولار دموکرات باشه که در اون این دو نوع ریاست به کلی از هم تفکیک شده باشند و حتی پیش بینی شده باشه که هیچ متممی نتواند دو مرتبه اینها رو تداخل بکنه. برای اینکه لااقل ما میدونیم که در انقلاب مشروطه هم چنین تصوری وجود داشت، اما در طی زمان به کمک متمم‌های متعدد شاه رو تبدیل به یک شخصیت مستبد کردن.
ما تمام این زوایا رو در پیشنهادی که کرده ایم به نام میثاق ملی و الان در سایت ما هم هست نگاه کردیم و عملی کردیم. وقتی که قانون اساسی سکولار دموکرات که بر اساس جمهوریت یعنی حاکمیت ملت نوشته بشه و به تصویب برسه، توش فقط یه ماده وجود داره و اون است این است که رئیس، عرض کنم که تشریفاتی و نمادین کشور رو در رفراندوم دومی مردم انتخاب خواهند کرد و در اون رفراندوم تعیین خواهند کرد که اسم این رئیس نمادین کشور شاه است یا رئیس جمهور. این شورای آلترناتیو که شما هم عضوش هستین میخواهد آلترناتیو جمهوری اسلامی رو بدیل نظام حاکم بر ایران رو در واقع ایجاد بکند در خارج از کشور؟ بله، عرض کنم که ما معتقدیم که هرگز در یک حکومت استبدادی بدیل اون حکومت قابلیت رشد و شکل‌گیری در داخل حوزه سرکوب اون حکومت نداره و همه تجربه‌های تاریخی از ابو مسلم خراسانی گرفته تا عرض کنم که آقای لنین و آقای دوگل و حتی آقای خمینی باید از حوزه قدرت و سرکوب حکومت بیان بیرون تا بتونند اون آلترناتیو رو شکل بدن و بعد البته دارای روابط ارگانیک مخفی با همه نیروهای معتقد به سکولار دموکرات داخل کشور باید باشند و دست به دست هم بدن برای برانداختن این حکومت. سپاسگزارم آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا، عضو اول شورای آلترناتیو مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران. سپاسگزارم که شرکت کردید در این برنامه خط قرمز. از شما سپاسگزارم.